فروپاشی اقتصاد ایران نزدیک است. گفتگوی تلویزیون الاخباریه با علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن. چند روز دیگر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران اجرایی می‌شود. مایک پومپئو گفت در حال حاضر آمریکا یک بسیج سیاسی و اقتصادی علیه رژیم ایران داده است تا پولی را که برای مرگ و ویرانی خرج می کند قطع کند. علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن، به الاخباریه گفت بحران اقتصادی خفه کننده‌ای که رژیم با آن روبروست به دزدی‌های بزرگ شرکت‌هایی برمی‌گردد که متعلق به علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و کسانی است که اموال مردم ایران را به تاراج می‌برند. آنها اموال مردم ایران را برای سرکوب وحشیانه داخلی و برنامه اتمی و موشکی استفاده می‌کنند. برنامه‌ای که ضد ملی است. از طرف دیگر این پول برای جنگ و آتش افروزی در خارج ایران به کار گرفته می شود. حسن روحانی که تبلیغات انتخاباتیش را 5 سال پیش شروع کرد، وعده می داد که قیمت دلار را به کنترل در می آورد. او چند ماه پیش هم همین وعده ها را در شروع این بحران تکرار کرد و در یک مصاحبه تلویزیونی گفت قیمت دلار کم خواهد شد. این قسمت از ادعاهای او را امروز ایرانی‌ها در شبکه‌های ارتباط اجتماعی به عنوان یک مضحکه برای خندیدن مورد استفاده قرار می‌دهند. گزارشگر الاخباریه در نیویورک می‌گوید سقوط ادامه‌دار ریال باعث وخامت بی‌سابقه در وضعیت معیشتی مردم ایران شده است. بهای این وضعیت را مردم ایران می‌پردازند. رژیم آخوندی اموال مردم را برای حمایت مالی از شبه نظامیان فرقه‌گرا در منطقه به کار می‌گیرد. این باعث به جنب و جوش در آمدن مردم شده و همزمان با آن موج اعتراضات جدیدی به خاطر نگرانی از سقوط کامل اقتصاد این رژیم همه جای ایران را فرا گرفته است. در حالی که بحران اقتصادی و فساد و راندخاری رژیم حاکم بر ایران را فرا گرفته، رژیم دیگران را تهدید می کند که اخلالگران اقتصادی را اعدام خواهد کرد. غافل از آن که شعله های خشم مردم به خاطر 40 سال جنایت این رژیم در حال زبان کشیدن است و دور نیست که این رژیم در تمامیتش بسوزد و خاکستر شود.